پدر آسمانی روحانی، شکرت میکنم بابت امروز، بابت این لحظه، بابت حضورت در قلبم، بابت تعمیدی که به ما دادی با نام عیسی مسیح و ما رو دیگرگون کردی و به واسطه روح القدس که در قلب ما گذاشتی زندگی جدیدی به ما دادی و ما رو در مسیری که عیسی مسیح در اون گام گذاشت قرار دادی. ازت میخوام طبق کلامت که وعده دادی هر وقت دو یا چند نفر یک جا جمع بشن با اونها هستی در این جلسه ما حضور داشته باشی. به کلام پاستور پاول عزیز قدرت بدی تا بتونیم کلامت رو مکاشفه کنیم، تا بتونیم تو رو جلال بدیم، نامت رو جلال بدیم و تو رو به دنیا و جهانیان معرفی کنیم. کاری کن که بتونیم نور وجودت رو، راه و راستی و حیاتی رو که در قلب ما روشن کردی به دیگران هدیه بدیم و حقیقت وجودت رو به اونها نشون بدیم و اونها رو به نجات ابدی رهنمون سازیم. در نام یگان فرزندت عیسی مسیح می‌طلبم. آمین. آمین. Okay, good evening everybody. بخیر به همه. We will continue our Bible study. ما جلسه مطالعه کتاب مقدس رو ادامه میدیم. Last week we learned about how to live as a Christian. جلسه قبل یاد گرفتیم که چطور به عنوان یک مسیحی زندگی کنیم. We do not need pretend doing good things, then many people say that oh you are Christian. و ما نباید اینجور وانمود کنیم که کارهای خوبی رو داریم انجام میدیم که بقیه مردم به ما بگن او شما چه مسیحای خوبی هستیم. Because if you still do that until today, so you will be called hypocrite. اگر تا به امروز این کار رو انجام میدین و این منافقون ممکنه که به شما گفته بشه که شما واقعی نیستین و منافق هستین و دروغ هستین در واقع. And the Bible said that all the munafik people, the hypocrite people will be cast away to the hell. و در کتاب مقدس گفته شده که تمام منافقین به جهنم فرستاده خواهند شد. So that is not good idea to pretend to be Christian. و این ایده خوبی نیست که اینجور وانمود کنیم که ما مسیحی هستیم. Better you do the right thing to become Christian. و بهتر اینه که کارهای درست انجام بدین و از اون طریق مسیحی بودن خودتون رو نشون بدین. In John 15, Jesus already described to us how to become good Christian. How to make your Christianity fruitful. و در یوحنا فصل 15 به ما میگه که چطور ما یک مسیحی واقعی باشیم و بتونیم اعمال خوبی داشته باشیم. Okay, I think better now we read it in John 15 from verse 1 to 17. خب الان میخوایم یوحنا فصل 15 از آیه اول تا 17 رو بخونیم. من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. هر شاخه ای در من که میوه نیاورد آن را قطع می کند و هر شاخه ای که میوه آورد آن را هرس می کند تا بیشتر میوه آورد. شما همکنون به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من نیز در شما میمانم. چنان که شاخه نمی تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمی توانید میوه آورید اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. اگر کسی در من نماند همچون شاخه ایست که دورش میاندازند و خشک میشود. شاخه های خشکیده را گرد میآورند و در آتش افکنده میسوزانند. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. جلال پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید و این گونه شاگرد من خواهید شد. همان گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نیز شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند. چنان که من احکام پدر خود را نگه داشتم و در محبت او میمانم.
این سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل شود. حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید چنان که من شما را محبت کردم. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانند زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد، بلکه شما را دوست خود می خوانند زیرا هر آنچه از پدر شنیدم شما را از آن آگاه ساختم. شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند. حکم من به شما این است که یکدیگر را محبت کنید. آمین. In John 15 verse 1 در یوحنا فصل 15 آیه اول Jesus described himself as a true vine. مسیح خودش رو به عنوان یک تاک حقیقی معرفی میکنه. Then his father is the gardener. و پدر خودش رو یک باغبان معرفی میکنه. Why Jesus called the true vine? چرا Jesus عیسی مسیح اینطور معرفی میکنه؟ Because he is the core, because in his life, in Jesus, we are all attached in him. به دلیل اینکه عیسی مسیح تنه حقیقی اون تاک هست و ما به شکل شاخه بهش وصل میشیم. Then you know that the Father from the last Bible study, that the Father is Holy Spirit. و ما از جلسه قبل مطالعه کتاب مقدس یاد گرفتیم که پدر همون روح القدسه. So when we attach in God, the Holy, when we attach in Jesus, in our faith in the name of Jesus, so the Holy Spirit is will clean us, will teach us, will encourage us. و وقتی ما به مسیح ایمان میاریم از طریق روح القدس اون ما رو پاک میکنه و ما رو تشویق میکنه به خوب بودن. So as long as we attach in Jesus, the Holy Spirit will create the good things in our life, then our life can be fruitful. و زمانی که تا جایی که ما به مسیح ایمان داریم این روح القدس هست که به ما کمک میکنه و باعث میشه که اون میوه ها و اون ثمره روح القدس از درون ما به بیرون بیاد. But the question is how to be attached in Jesus and Jesus in us. و سوال اینه که ما چطور میتونیم به مسیح وصل بشیم مثل همون شاخی که به تنه یک درخت وصل میشه. That is our question, how to have a right faith in Christianity. و سوال اینه که ما چطور میتونیم یک ایمان درست داشته باشیم در مسیحیت. Let us read in the first four. اجازه بدین که از آیه 4 بخونیم. Somebody can read it. در من بمانید و من نیز در شما میمانم. چنان که شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید. Jesus said, remain in me and I will remain in you. مسیح میگه که در من بمانید و من نیز در شما خواهم ماند. So you have the key, the conclusion, the clue how to get the right faith, that is remain in Jesus, then Jesus will remain in you. و شما اینجا یاد میگیرین یا نتیجه میگیرین که اینطور که ما باید در مسیح بمانیم و در این صورت هست که او هم در ما خواهد ماند. Because Jesus said the branch cannot bear fruit by itself. برای اینکه مسیح میگه که یک شاخه به تنهایی خودش نمیتونه میوه بیاره. So what is the meaning? That remain in Jesus and Jesus remain in us. بنابراین این چه معنی میده که من در مسیح بمونم و مسیح در من خواهد موند؟
In the first five until seven, you will got the other clue. در آیه 5 تا 7 شما این رو میتونین مشاهده کنین. How to remind in how Jesus remind in us. چطور مسیح در ما خواهد موند؟ In the first seven, please somebody read it in the first seven. و در آیه 7 اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند هر آنچه می‌خواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. It's very clear that Jesus' word remain in you. این بسیار واضح و آشکاره که کلام مسیح در شما خواهد بود. Jesus can remain in you if Jesus' word remain in you. زمانی مسیح در شما خواهد بود که کلامش در شما باشه. But we have looked at many people who have the word of God, but they cannot be fruitful, even they become atheists, as we discussed in last week. خب ما آدمای خیلی زیادی داریم که به کلام واقفم، اشراف دارم، بلدن اونو، حتی خیلی ها مثل اونایی که بیدین هستن یا آتایس ها. Many liberals, liberal theologians read the Bible and they become atheists. خیلی از آزادی خواها همچنین کتاب مقدس رو میخونن و اونا همچنان بیدین هستن. You still saw many people read the Bible and they do not get anything. و خیلی آدمای دیگر رو می‌بینین که کتاب مقدس رو می‌خونن ولی هیچ چیزی رو نمی‌تونن به دست بیارن. Even in the past time the church kill its other because they have different dogma. و در زمان قدیم می‌بینین که کلیساها خیلی جاها همدیگر رو می‌کشتن. Even Muhammad the Muslim prophet read the Bible and he denied Jesus was crucified. و همچنین محمد پیامبر اسلام بایبل رو خونده بود، کتاب مقدس رو خونده بود و اون رو رد کرده بود و خیلی ها رو کشته بود و همچنین مسیح رو رد کرده بود. So what's wrong with the words that remind in those people? و مشکل چیه؟ چرا اونها نمیتونن در مسیح بمونن و این کلام در اونها بمونه؟ Then I try to understand what kind of words of God that they understand or remind in their life. و من میخوام که متوجه بشیم که ما اینجا چه نوع کلامی رو اونها خوندن و در اونها به اصطلاح نفوذ نکرده این کلام. Then I found that there are two kind of original word from the word world. خب ما میدونیم که دو نوع این کلمه وجود داره به صورت اصلی. First we will look that the word in the John chapter 1 verse 1. اول ما میخوایم اینو در یوحنا فصل اول آیه اول بخونیم. It said that in the beginning is word. که میگه در آغاز کلمه بود. Yeah, maybe I'm going to. در واقع دو نوع تعریف کلمه دو نوع وجود داره. یکیش اینه. در آغاز کلام بود. و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. The word in John 1 verse 1 is from logos. و این کلمه در یوحنا فصل آیه 1 بهش لوگوس گفته میشه. When Jesus teaching is logos. وقتی که مسیح داشت درس میداد این در واقع همون لوگوس بود. When you heard the pastor's teaching or now you heard me teaching that is logos. و وقتی میبینین یک پاستوری داره درس میده و من الان دارم صحبت میکنم این لوگوسه. When husband yelling to the wife that is logos also. وقتی که همسری
با شوهرش صحبت میکنه همچنین این لوگوسه. When the people yelling is other, that is logos too. و خیلی از آدما همچنین این لوگوس رو صحبت میکنن. So many people just stop in logos. بنابراین خیلی از آدم ها در همین مرحله متوقف شدن. We heard thousand even million logos every day in our life. ما تو زندگیمون ممکنه هزاران بار میلیون ها بار این لوگوس ها رو بشنویم. And logos doesn't make anything in your life. و این لوگوس هیچ چیزی رو در زندگی شما انجام نمیده و نمیتونه تغییر بده. And the other word from the original word from word is rema. و کلمه دوم و اون کلمه اصلی عنوانش رما هستش. You will find the word of rema in the Matthew 4 verse 4. و در انجیل متا فصل 4 آیه 4 ما درباره این توضیح خواهیم داد. معنی دیگه معنای کلمه در بوده. عیسی در پاسخ گفت: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود. You see that Jesus when the temptation come to Jesus, we know that is the tempter is Satan himself come to Jesus. And Satan asked Jesus to change, to make a miracle, to make a wonder, to change the stones, become bread. Then, و می‌بینیم که وقتی شیطان به سمت مسیح میاد و از اون میخواد که معجزه انجام بده، مثلا از اون میخواد که به این سنگ بگو که تبدیل به نان بشه. But then Jesus said, it is written, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. و مسیح اونجا جواب میده که انسان تنها به نان زیست نمیکنه و تنها به نان زیست نمیکنه و اون بلکه به اون کلامی که از خداوند صادر میشه. Jesus said, man live by the rema from the mouth of God. و مسیح میگه که انسان ها باید با کلام رما در واقع زندگی کنن، اون کلام حقیقی که از خدا سرچشمه میگیره در واقع. در واقع اینجا کلام معنی رما رو میده. Physically you will alive when you eat bread. به طور فیزیکی وقتی شما زنده هستین زمانی که شما غذا میخورید. But spiritually you will be alive by eat the rema from God. و به طور روحانی شما زمانی میتونید به زندگیتون ادامه بدین که اون غذا رو از طرف خدا بگیرین که همون رما هستش. Now you have two kind word, logos and rema. بنابراین ما الان دو کلمه داریم، دو نوع کلمه داریم، لوگوس و رما. Every time you read the Bible, you just read it 5 chapters a day and even you read in many chapters a day, that is logos. ممکنه که هر روز شما کتاب مقدس رو بخونین، ممکنه 5 فصلش رو بخونین، ممکنه بیشتر بخونین و این فقط تنها لوگوس هستش. You know the story about all the prophets in Old Testament and all the apostles in the New Testament, that is logos. ممکنه که شما تمام داستان‌ها رو در مورد پیامبران در عهد عتیق و همچنین رسولان در عهد جدید بدونین، ولی این فقط لوگوس هستش. Logos will expand your knowledge, your brain. و این لوگوس فقط ذهن شما رو پیشرفت میده و گسترش میده بهش. دانش شما رو اضافه میکنه در واقع. For some scientists and theologians who read the Bible, logos will expand their brain and their science and their knowledge. و برای خیلی از دانشمندا وقتی کتاب مقدس رو میخونن، در واقع دانششون اضافه میشه. And the knowledge will be concluded in many perspective. و توسط این دانش شما میتونید ابعاد مختلف رو بسنجید. So one is other, it could be difference because we have another perspective.
و ممکنه که این یه مقدار تفاوت کنه برای کسی که با یک نگاه دیگه ای به این قضیه در واقع اشراف داره و نگاه میکنه. And that is logos. و این لوگوسه. But now we have another word, rema. ولی ما یک لغت دیگه داریم به اسم رما. Rema will make your spirit alive. رما در واقع باعث میشه که روح شما زنده بمونه. When you read the Bible, you meditate with that reading, then suddenly the verse jumped into your soul, in your heart, and you suddenly understand something deep in your heart, in your spirit. وقتی شما کتاب مقدس رو میخونین، اون کلام به شما آرامش میده و یهو متوجه میشین که اون کلام در قلبتون حک میشه، در ذهنتون میشینه و اون شما اونو کامل حس میکنی و براتون مکاشفه میکنه در واقع توسط روح القدس. And that rhema will create energy in your spirit to make good things that you even you know that impossible, then you did it, you do it. و توسط رما یک انرژی درون روح شما قرار میگیره و شما توسط اون کارهایی رو انجام میدین که قبلا فکر میکردین اون غیر ممکن بوده. Therefore you need both logos and rema. بنابراین شما لوگوس و رما رو احتیاج دارید. Because when you just read the logos, it doesn't make any things in your life. اگر فقط لوگوس رو بخونین، اون در زندگی شما هیچ کاری نخواهد کرد. Until the logos become rema in your spirit, then that rema will create something spiritual and supernatural. و تا زمانی که اون لوگوس تبدیل به رما بشه و شما اون انرژی رو در روحتون دریافت کنین. But also you cannot get rema without reading the logos or heard the logos first. و شما همچنین میتونین رما رو به دست بیارین حتی بدون داشتن لوگوس، بدون اینکه شما در واقع رما رو میتونید به دست بیارید، ولی اولش باید بتونید لوگوس رو بشنوید، لوگوس رو در واقع یه دور مطالعه کنید، کلام به گوشتون برسه. Then you will know that we need to read our Bible every day routine and diligently. و شما کتاب مقدس رو هر روز به صورت مکرر میخونین و مطالعه میکنین. And we need the Holy Spirit make the logos become rema. و ما به روح القدس احتیاج داریم که لوگوس رو تبدیل به رما بکنه. Then we can read in Romans 10. و ما در Romans chapter 10 فصل 10 verse 17 و آیه 17. پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میشود. That word, the original word from word is rema. و اون کلمه اصلی و مهم در واقع رما هست. So iman, faith, come from the heart of the rema of Christ. بنابراین ایمان از come from the when you heard rema. بنابراین ایمان زمانی به دست میاد که شما رما رو بشنوید. When you heard logos, it doesn't make iman or faith in your life. وقتی شما لوگوس رو میشنوید، این نمیتونه برای شما ایمان رو به ارمغان بیاره. But when you heard rema, then that is create your faith. و وقتی رما رو میشنوید، این در واقع ایمان شما رو به وجود میاره. So you need logos become rema and rema become faith. بنابراین ما احتیاج داریم که لوگوس تبدیل به رما بشه و رما تبدیل به ایمان بشه. And we enter the second part, that the first part is how to attach in Jesus, then Jesus in us is the word of Jesus in us,
Then the second, and we know that the word is from Rema, Rema of Jesus Christ in us, and the Rema become faith. و در واقع در قسمت این قسمت سوم هست، در ابتدا ما باید این رو یاد بگیریم که چطور ما در مسیح بمونیم و مسیح در ما بمونه، و دیگر اینکه چطور لوگوس تبدیل به رما بشه و از طریق اون رما ما ایمان داشته باشیم. But the second that we must remain in Jesus. و در گام سوم ما باید در عیسی مسیح بمونیم. The گام دوم. And the clue of remain in Jesus is that in the verse of verse 9. در آیه نهم. همان گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نیز شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. So Jesus said, remain in me and I will remain in you. When you remain in Jesus, so the word of God will remain in you. The rhema from Jesus will remain in you. در این آیه می‌بینیم که مسیح میگه که در من بمانید تا من در شما بمانم، و به این معنیه که اگر ما در مسیح بمانیم، کلام همون رما در ما خواهد بود. That's how the logos become rema and rema become faith. If you remain in Jesus. و به این طریقی که لوگوس تبدیل به رما میشه و رما تبدیل به ایمان میشه، به شرطی که شما در مسیح بمونید. In the first four said remain in Jesus, then Jesus will remain in you. در آیه چهار میگه که در این من بمانید و مسیح در شما بماند. Remain in Jesus' love, then the rema from Jesus will remain in you. در عشق مسیح بمونید تا رما از طریق مسیح، عشق از طریق مسیح در شما بماند. But what is the meaning of love? اما معنی عشق چیه؟ Because many people now misuse that word of love. برای اینکه خیلی از مردم سوء استفاده میکنن از این کلمه عشق. Many young men come to his girlfriend and said, "I love you." خیلی از پسرهای جوان به سمت دخترها میگن و میگن که من عاشق تو هستم. And he seduces you, "If you love me, please have sex with me." و اینطور میگن که اگه تو منو دوست داری، خب پس بیا با هم رابطه سکسی داشته باشی. That is also love. و میگن که همچنین عشقه. Then also in another way, if you come to your friend, "Hey, I have your friend, I love you, you love me, please, I want to borrow your money," then you always borrow from him but never give it back. و بعضی وقتا ممکنه که یک دوستی به دوست دیگرش بگه که تو اگه منو دوست داری پس به من پول قرض بده، و اگر به من قرض بدی من تو رو دوست خواهم داشت. یعنی در واقع یک قید و شرطی هست برای دوست داشتن. And somebody asks you, why did you do that? و بعضیا سوال میکنن که چرا تو اینو انجام میدی؟ Because I love him and he loved me. That's love work. و اینطور میگن که من اونو دوست دارم و اون منو دوست داره و این عشقه. You abusing your friend because in the name of love. شما از دوستتون سوء استفاده میکنین توسط کلمه عشق. That's called love also. That is love also. و این همچنین عشقه. When you have a friend and you go together and in the difficult time, then you will know your true friend. That is love also. و وقتی شما تو سختی هستین و با دوستتون میرین، این همچنین اینم عشقه. But what kind of love that Jesus means? Because now we heard in the many news that some leaders, some Christian abuse the name of love. پس منظور اصلی عیسی مسیح از عشق چیه؟ ما میبینیم که خیلی ها همچنان امروزه دارن سوء استفاده میکنن از این کلمه عشق. Therefore many misleading of the Christianity teaching because
It's beginning from the misleading of love. Misleading. In the false way. و خیلی از مسیحا میبینین که امروزه با توجه با همین کلمه عشق دارن راه اشتباه رو میرن. Many Christian teacher, many leaders in the church, they teach without love. خیلی از مسیحا و خیلی از کشیشها در حتی توی کلیساها دارن این رو اشتباه یاد میدن. Many good teachings that share without love but with judgment, with the anger and with the malicious jealousy and some bitterness. و خیلی ها بدون عشق اون رو تدریس میکنن و قضاوت میکنن با حسادت و عصبانیت. Be careful with that teaching. خیلی مراقب باشین با این نوع یاد گرفتن و آموزش گرفتن. When you start to judge each other, that is not love. وقتی شما شروع میکنین که همدیگر رو قضاوت کنین، این عشق نیست. In love there is not judgment in the true love. و در عشق واقعی هیچ قضاوتی وجود نداره. There is no haters in love. و هیچ مقامی وجود نداره. Love, the true love is love. عشق واقعی عشق. I try to find three kind of love in the Bible. من سعی کردم که سه نوع عشق رو در کتاب مقدس پیدا کنم. The first, when somebody seduces sexually with their couple, that is called Eros. و اولی که اسمش اروسه در واقع همون رابطه جنسی و سکسی هستش که بین زن و مرده. That is the kind of lust, love. و این یک نوع از عشق. But that is not what Jesus means. اما این معنی اون چیزی نیست که مسیح گفته. Many people in the name of love they met the unholy things, the unholy sexual relationship. خیلی مردم با توجه به استفاده از کلمه عشق خیلی از رابطه های جنسی غیر مقدس رو دارن. You know the lust or that kind of erotic you know the eros become erotic word. Lust is from we know the eros become erotic. That is lust. کلمه اروس از اروتیک اومده، از یک کلمه که یعنی همین عشق در واقع جنسی. Yeah, something like erotic dancing. شبیه رقصهای حالا جنسی و اینها. We found that word of eros in the Genesis 3, verse 16. ما کلمه عشق اروتیک رو توی پیدایش 3 و آیه 16 میتونیم. That is the first eros that appears in the Bible after man have a sin. این اولین همون رابطه سکسی یا همون اروسیه که ما توی بایبل میبینیم که قبل از اینکه گناه، بعد از گناه. Before sin, human Adam and Eve they agape each other. قبل از اینکه آدم و حوا گناهی انجام بدن، عشق اونها در واقع آگاپه بوده. This is the third kind of love. و این همون نوع سوم عشق هستش. But after sin, then they eros each other. و بعد از گناه، عشق اونها از آگاپه تبدیل به اروس شد. And that is the sexual relationship between human. و این همون رابطه جنسی بین انسان هاست. The second kind of word love is philia. و نوع سومش فیلیا هستش. نوع دومش فیلیا هستش. In John 21 verse 15 until 18. در یوحنا فصل 21 آیه 15 تا 17. After maybe better we read it. پس از صبحانه عیسی از شمعون پتروس پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا بیش از اینها محبت می‌کنی؟ او پاسخ داد: بله سرورم، تو می‌دانی که دوستت می‌دارم.
عیسی به او گفت از بره‌های من مراقبت کن. بار دوم عیسی از او پرسید ای شمعون پسر یوحنا آیا مرا محبت می‌کنی؟ پاسخ داد بله سرورم، می‌دانی که دوستت می‌دارم. عیسی گفت گوسفندان مرا شبانی کن. بار سوم عیسی به او گفت ای شمعون پسر یوحنا آیا مرا دوست می‌داری؟ پتروس از اینکه عیسی سه بار از او پرسید آیا مرا دوست می‌داری آزرده شد و پاسخ داد سرورم تو از همه چیز آگاهی، تو می‌دانی که دوستت می‌دارم. عیسی گفت از گوسفندان من مراقبت کن. Many people now live in the filial love. خیلی از مردم الان در عشق فیلیا دارن زندگی میکنن، در واقع در همون نوع دومش. We love each other because we have the mutual benefit. ما همدیگر رو دوست داریم به دلیل اینکه از همدیگه سود میبریم. Take and give. میدیم و میگیریم. So when somebody already take and always take, so we stop our friendship. اگر تو این رابطه یک نفر همش بخواد بگیره، بنابراین ما اون دوستی رو قطع میکنیم. Because in the other side, when we take, the other side always lose, then we always take the advantage, and that is the filia. و اگر کسی همش بخواد بگیره، بنابراین طرف مقابل از دست میده و این همون در واقع عشق فیلیا هستش. Love with mutual benefit. در واقع عشقی هستش که با سود مادی درش. A story after resurrection, Jesus come to Peter. بعد از قیام مسیح، مسیح به سمت پتروس اومد. Jesus asked Peter, do you love me? و مسیح از پتروس پرسید، پتروس آیا منو دوست داری؟ Actually, Jesus said, Peter, do you agape me? در واقع مسیح پرسید که پتروس آیا تو این عشقت مثل آگاپه هستش؟ And Peter answered Jesus, yes, Jesus, I philia you. اما پتروس گفتش که بله من دوست دارم، اما نوع دوست داشتن پتروس فیلیا بوده. Then the second time Jesus asked Peter, do you agape me? و دوباره مسیح میپرسه که پتروس آیا تو عاشق من هستی، دوست داری منو؟ And Peter answered, yes, Jesus, I philia you. و پتروس دوباره جواب میده که بله من دوست دارم، اما این عشقش نوع فیلیا بوده. See, Jesus asked agape to Jesus, to Peter, but Peter answered with philia. میبینید عیسی مسیح ازش میپرسه از عشق آگاپه، یعنی عشق بدون حد و مرز، ولی پتروس در جواب از عشق با شرط و قید، یعنی فیلیا پاسخ میده. Then the third time Jesus asked Peter, Peter, you philia me. و در سومین بار عیسی مسیح تغییر میده و میگه که پتروس تو دوستم داری از نوع فیلیا. And Peter was very sad because he understand he cannot agape to Jesus. و اون موقعی که پتروس به خودش میاد و ناراحت میشه، چون فهمید که نمیتونه عشق بی قید و شرط داشته باشه نسبت به عیسی مسیح. Maybe in the past time he was a big mouth. He always talked that how heroic he is, that he want to even he want to die for Jesus. Something like that. ممکنه قبل از اینها پتروس یک در واقع زبان پرحرفی داشته، دهان بزرگی داشته و همیشه صحبت از این میکرد که من حاضرم واسه عیسی مسیح حتی بمیرم، در کلام اینو زیاد گفته. But in the time before crucified, before the coke three times, and Peter denied Jesus three times, and he now he cannot be agape to Jesus. اما همونجوری که میدونید در زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، پتروس قبل از بانگ خروس سه بار عیسی مسیح رو انکار کرد و اون نشون داد که نمیتونست در اون زمان عشق بی حد و مرز، یعنی آگاپه داشته باشه نسبت به عیسی مسیح. Twice Jesus asked to Peter, you agape me, and twice Peter said, Jesus, I philia you.
همونجوری که میبینید دو بار عیسی مسیح از پتروس پرسید تو عشق بدون حد و مرز، یعنی کلمه یونانی آگاپه، نسبت به من داری، و هر دو بار پتروس جواب داد من دوستت دارم ولی از نوع فیلیا، یعنی عشقی که با حد و مرزه. The last time then Jesus said, Jesus asked Peter, you philia me? And Peter so sad and he said, Yes, Jesus, you know me. I filia you. بار سوم عیسی مسیح تغییر داد و از عشق فیلیا صحبت کرد و به از پتروس سوال کرد آیا تو منو عشق از نوع فیلیا، یعنی عشق با حد و مرز داری نسبت به من؟ و پتروس در جواب گفت تو از قلب من با خبری عیسی مسیح، بله من نسبت به تو عشق فیلیا دارم. Peter remembered everything in John 15 verse 13. و پتروس همه چی رو دقیقا به یاد داره از یوحنا 15 first از یوحنا 15 13 yeah, can read it. John 15, 13. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. No one has greater agape. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد، محبت از نوع آگاپه. That is not the greater love than agape. چیزی بزرگتر از عشق آگاپه وجود نداره. That one lays down his life for his friends. که یک بار جون خودش رو کسی بده برای دوستانش. Jesus Peter said I want to lay down my life for you Jesus. پتروس قدیم گفته بود که من میخوام برای تو کشته بشم عیسی مسیح. But then he denied three times. اما میدونید که سه بار انکارش کرد. And Jesus asking Peter, you agape me? و واسه همینه که عیسی مسیح از پتروس پرسید تو نسبت به من عشقی به حد و مرز آگاپه داری؟ Three times Peter said, Jesus, you know it well, I'm fail. و پتروس در جوابش گفت عیسی مسیح تو از قلب من با خبری، با غمگینی گفت و میدونی که عشق من یه عشق با حد و مرزه و خبر داری. Even I denying you. و تو خودت میدونی که هر زمان من تو رو انکار کردم. I have no face to meet you. و من I ashamed. من خجالت میکشم از این که تو رو ملاقات بکنم. Then you still ask I'm agape to you. و تو باز از من میپرسی که من عشق بی حد و مرز یعنی آگاپه نسبت بهت دارم. I only philia to you. من صادقانه فقط عشق با حد و مرز و فیلیا نسبت به تو دارم. Because when something become terrible I left you. به خاطر اینکه زمانی که یک اتفاق وحشتناکی افتاد در موقعی که باید می بودم من ترکت کردم. But still Jesus said you become my the shepherd of my sheep. اما نکته زیباش اینجاست که عیسی مسیح باز هم با اینکه این جواب رو داد خواست از اون که مراقب گوسفندانش باشه و شبانش باشه. When you philia you will leave your friend. وقتی که تو یه عشقی از نوع فیلیا داشته باشی تو دوستت رو ترک خواهی کرد. When you agape you will lay down your life for your friend. ولی اگر عشقی از نوع آگاپه داشته باشی تو حاضری برای اون دوستت جونت رو هم بدی. That is the difference eros, philia and agape. و این دقیقاً تفاوت بین سه نوع تعریف عشق یا لاو به تعریف‌های اروس و فیلیا و آگاپه هست که من گفتم. Remind in Jesus agape. به یاد داشته باشید همیشه که عیسی مسیح عشقش از نوع آگاپه بود نسبت به من. Then the rhema from Jesus will remind in you. و اینجوری میتونید نوع کلمه رما رو مکاشفه کنید و همیشه در درون شما نفوذ بکنه از طریق عیسی مسیح. That is how your faith will be grow. این دقیقا همون چیزی که باعث میشه ایمانتون رشد کنه. Remain in Jesus agape so the rhema from Jesus will remain in you. در عشق عیسی مسیح، عشقی که از نوع آگاپه یعنی بی حد و مرز هست، بمونید. در اون صورتی که عیسی مسیح با کلام خودش، کلامی که از نوع رما که در قلب و جانتون نفوذ میکنه و شما به مکاشفه کلام در شما کمک میکنه، در شما باقی خواهد ماند. We read the John 15 verse 7. ما یوحنای 15 7 رو می خونیم.
اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه می‌خواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. آمین. If you remain in agape, اگر شما در عشق بی حد و حصر یعنی آگاپه باقی بمونید در عیسی مسیح، and rhema of Jesus remain in you, و کلام نافذ عیسی مسیح در شما باقی بمونه به نام رما، ask whatever you want and it will be done for you. هر چیزی که از عیسی مسیح میخواهید عیسی مسیح به شما خواهد داد. تو متی 7:7 هم وجود داره. آمین. That's the key of faith of iman. این دقیقاً کلید و رمز ایمانه. You said to the mountain go to the sea and the mountain will move to the sea. با همچین ایمانی شما میتونید به کوه ها بگید که جابجا بشه و بره در دریا و همین اتفاق خواهد افتاد. You will say to the sick, then the sick will be healed, then the sick will be restored and the healed. با همچین ایمانی که شما میتونید به یک بیمار بگی که شفا پیدا کن و اون در لحظه شفا پیدا میکنه. You come to the blind, you say the blind open and the eyes will be open. با همچین ایمانی که شما میرید به یک نابینا میگید که بینا شو و در لحظه اون چشماش بینا میشه. You come to the deaf, you will be healed and the deaf will be healed. با همین ایمانی که شما میتونید به یک ناشنوا برید و بگید که شنوا شو و اون شنواییش رو به دست بیاره. That is iman. و این همون تعریف ایمان. And how to build your iman. که چطور میتونیم ایمانمون رو بسازیم و تقویت کنیم. آمین. آمین. آمین.